شماری از مقامات و انجمنهای ایرانی مقیم ایتالیا با ارسال نامه‌های سرگشاده اعتراض خود را به سفر رضا پهلوی به این کشور ابراز کردند. برای بررسی این موضوع همراه هستیم با دکتر خسرو نیکزاد، رئیس انجمن پزشکان و داروسازان ایرانی دموکرات مقیم ایتالیا. به شما خوش آمد میگم دکتر نیکزاد. ابتدا برامون از واکنش‌ها نسبت به این سفر بچه شاه بگین که چی بود اصلا؟ بله، سلام عرض میکنم خدمت تلویزیون ایران آزادی و همه هموطنان عزیزم در داخل و خارج کشور، و سلام عرض میکنم به قیام آفرینان و کانون‌های شورشی. بله، در این سفر رضا پهلوی به ایتالیا یک سری واکنش‌هایی رو به دنبال داشت که اغلب جز تأسف و تعجب چیز دیگه‌ای نبود. من خودم دیدم که علاوه بر اینکه یه سری شخصیت‌ها که حالا بعداً در موردشون صحبت خواهیم کرد به طور رسمی اعلام کرده بودند که این فرد رضا پهلوی رو نمیخوان، قابل پذیرش در ایتالیا نیست و خیلی ابراز تأسف کرده بودند از اینکه دعوت شده و به ایتالیا اومده، خیلی های دیگه هم به طور غیر مستقیم و غیر رسمی با خود من تماس گرفته بودن، نماینده ها و سناتورهایی که من باشون در رابطه بودم از قبل و اینا با من تماس گرفتن و اظهار تأسف کردن و گفتن که همکارانشون اصلا هیچ کدوم نه در سنا و نه در پارلمان ایتالیا هیچ علاقه‌ای به شرکت کردن در جلسه و کنفرانس مطبوعاتی ایشون ندارن و خیلی ناراحت بودن از این بابت. کما اینکه خود رضا پهلوی هم وقتی این کنفرانس مطبوعاتیشو گذاشت، مثل اینکه اگر اشتباه نکنم 3 بیشتر از این نماینده های مجلس باهاش نبودن و به هر حال واکنش ها همه منفی بود نسبت به سفر رضا پهلوی به ایتالیا. در اعتراض به سفر بچه شاه مخلوع به ایتالیا از سوی انجمن پزشکان و داروسازان ایرانی دموکرات مقیم ایتالیا به رئیس پارلمان این کشور نوشتید: سفر رضا پهلوی به روم تلاشی ناشیانه برای باوراندن این توهم به افکار عمومی است که مردم ایران مایلند سلطنت برگردد. میشه مقداری در این رابطه برای بینندگان توضیح بدین که هدف شما از نوشتن این نامه چه؟ بله، دقیقاً همینه. یعنی اینکه رضا پهلوی رو آوردن و به قول معروف باد کردن توی مطبوعات و رادیو تلویزیون‌های استعماری و مماشاتگر، هدفش غیر از این که بخواد این توهم رو ایجاد بکنه که گویا مردم ایران خواهان سلطنت هستن، چیز دیگه ای نیست. در حالی که این خود همین شهردارها، دو تا از شهردارها که اصلا به طور رسمی روی کاغذ برگ شهرداریشون نوشتن که یکی همین ترینیتا بود که شما اسمش رو آورده بودی، یکی دیگه هم هستش شهر موروتسو بود و کسای دیگه هم بودن که با من شخصا صحبت کردن ولی هنوز رسمیشو بیرون ندادن، که همه از همین صحبت میکنن که این بعد از بیشتر از 7 از مبارزه مردم ایران برای آزادی و بر علیه دیکتاتوری میگذره، بعد از اینکه این همه خونهای بهترین جوانهای وطن ما رو تو این 7 ریخته شده، باز که با صدای بلند فریاد میزنن نه به دیکتاتوری و مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر، که مفهومش توی این نامه ها نوشته بودن که همونا نه به دیکتاتوری مذهبی و نه به دیکتاتوری پادشاهی و سلطنتی، حالا ایشون اومده این رضا پهلوی رو معلوم نیست چه کسی دعوت کرده و آوردنش توی ایتالیا که با به اصطلاح بوق و دود و دم که گویا مثلا مردم ایران خواهان برگشت به سلطنت هستند و این چیزی نیست. ما هم خودمانم شخصا زیر این خط کشیدم که مثل این که بگیم که مردم ایتالیا خواهان برگشت فاشیسم هستند.
بعد ولی خب به هر حال این سیاستی رو که من خواستم این نکته ای رو خدمتتون عرض بکنم در رابطه با سیاستی که رضا پهلوی داره دنبال میکنه، این سیاست خائنانه و رذیلانه ای که ایشون داره دنبال میکنه چی هستش، در چی کار میخواد بکنه؟ ببینید این دو هدف داره، یکی این که میخواد این قیام مردم ایران رو از حالت قهرمیزیش به سمت مسالمت و خشونت پرهیزی بکشونه، چرا که وقتی که یک انقلابی به صورت قهرمیز میشه مثل زمان چند روز آخر عمر پدر خائنش، هرچه دیکتاتوری و دیکتاتور صفتی هست رو جارو میکنه و از تاریخ پرت میکنه و میبره، و این خودش اولین خواستش اینه که یک همچین اتفاقی توی ایران نیفته، که حتی اگر مثلا تو خواب و خیال و رویاهای به اصطلاح شطور پنبه‌ای خودش که اگر یه موقعی هم بخواد به قدرت برسه، به هر حال طوری برسه که این نظام، همونطور که آقای پرتوبی هم قبلا داشتن صحبت میکردن، این به اصطلاح نظام سپاهیان و انتظامیان و ارتشیان به هم نریزه تا بتونه مثلا این از خودش دفاع بکنه. یکی از خواسته هاش اینه که این انقلاب مردم ایران رو سرد کنه، شوره ها رو بکشه پایین و مردم رو دعوت کنه به خونه رفتن و مبارزه مدنی. حالا سوال اینجاست، مبارزه اولا آیا من تو ذهن خودم از آقای رضا پهلوی همچین سوالی میکنم، شما اصلا کلن آدمی هستید که به براندازی این رژیم اعتقاد دارید یا ندارید؟ اگر اعتقاد ندارید، مثل همون موقع که چند سال پیش گفته بودید که کلمه براندازی اصلا توی فرهنگ لغت ذهنی من نیست، خب اگر شما برانداز نیستی که اصلا با مردم ایران در تضاد هستین، چون کی هست توی ایران که خواستار براندازی و سرنگونی این رژیم نباشه؟ ولی اگر به طور دجالانه و شیادانه میگید که ما خواهان براندازی هستید، ولی براندازی تنها راهش مبارزه مسالمت آمیز و مبارزه مدنی هستش، خب این مفهومش چیه؟ مثلا مردمی که میخوان بیان مبارزه مدنی بکنن چجوری میتونن این رژیم رو بندازن؟ مبارزه مدنی یعنی اینکه مثلا من بیا تو خیابون اعتراض کنم که آقا حقوق منو زیاد کن، یا اینکه آقا مثلا خیلی ساعت کار زیاده، مثلا ساعت کار رو به صورت قانونی کم کنید، یا حتی اعتصابات. اعتصاب خیلی چیز خوبیه، به صورتی که در صورتی که پشتوانش یک مبارزه قهرمانیز توی جامعه داشته باشه، و الا خود اعتصاب و خود مبارزات مدنی که مشکل، یعنی براندازی رو به وجود نمیارن، سرنگونی رو به وجود نمیارن، اینها با یه سری رفرم ها قاعدتا باید حل بشه. مثلا مسئله اعتصاب رو برقرار میکنن، میگن صندوق ملی درست بکنیم، مردم اعتصاب کنن، بهشون پول بدیم تا این رژیم سرنگون بشه. اصلا مسخره و خنده‌دار این حرف. اون رژیمی که ببینه اگر بخواد اعتصاب این طور بهش ضربه بزنه که داره سرنگون میشه، خب میره کارگرا رو سرکوب میکنه، به زور میاره سر کار، خانواده‌هاشون رو میگیره، شکنجه میکنه، تو زندان میکنه. خب اگه قرار باشه خشونت طرحی بکنه، خب بعدش هم دوباره کارگرا چیکار کنن؟ دوباره برن سر کارشون. خشونت طرحی یعنی همین دیگه. خشونت طرحی یک چیز دیگه‌ش هم اون سکش هم شیطان سازیه، یعنی اگر من توی اذهان عمومی مردم ایران طوری تلقین بکنم که هر کس که بخواد از حق خودش دفاع بکنه این خشونتگراست و تروریسته، پس باید سرکوب بشه و حقش هم مرگ و زندان رو داره، بنابراین شیطان سازی میخوان بکنن از طرف دیگه ای با کلمه خشونت پرهیزی برای کسانی که میخوان به حق و حقوق خودشون به واقع برسن و راه دیگه به جز مبارزه قهرمانیز نمیبینن. بله، با تشکر از شما. چند تا کامنت هم اومده که هموطنان گذاشتن. یک نفر نوشته کسی دعوت رسمی ازش نکرد، فقط بهش تریبون دادن که ببینن حرف حسابش چیه، دیدن که چیزی حالیش نیست به جز کودتا چی. بله دقیقا، این بچه شاه فقط دنده کمکی برای دستگاه سرکوب خامنه ای. ممنونم از شما دکتر. خواهش میکنم، بفهمید.
نه دقیقا همینطوره، ایشون همون حرفایی رو میزنه که خامنه ای میزنه، حتی خود رژیم هم جرئت نمیکنه اینقدر سپاه پاسداران رو سفید سازی بکنه اینقدر که منفوره، ولی این طرف داره از خود رژیم هم جلو زده. رضا پهلوی دقیقا. خیلی ممنونم از شما دکتر خسرو نیکزاد، رئیس انجمن پزشکان و داروسازان ایرانی دموکرات مقیم ایتالیا، که در این گفتگو همراه ما بودین و به سوالات ما پاسخ دادین. متشکرم از شما، خیلی ممنون از اینکه این وقت رو در اختیار من گذاشتید تا بتونم در خدمت شما و هموطنان عزیزم باشم. خواهش میکنم. خیلی ممنون. خدا نگهدار.